فشار خون. پرونده بیمار. دستگاه فشار سنج با اندازه کاف مناسب. گوشی پزشکی. دستکش یک بار مصرف. ظرف حاوی پنبه الکل. برگه کنترل علائم حیاتی. خودکار آبی. خودکار مشکی. آستین لباس دست مورد نظر رو تا بالای بازو تا میزنیم. دست بیمار رو طوری قرار میدیم که ساعد هم سطح قلب باشه، کف دست رو به بالا. کاف فشار سنج متناسب با سن و جثه بیمار انتخاب میکنیم. کاف رو طوری می‌بندیم که به اندازه 2.5 سانت بالاتر از نبض براکیال که در چین آرنج قرار داره باشه، به نحوی که به اندازه 1 انگشت جای حرکت داشته باشه. لوله‌های لاستیکی خارج شده از کاف هم در امتداد ناحیه مرکزی چین بازو باشه. مانومتر رو هم جایی که قابل رؤیت باشه فیکس می‌کنیم. گوشی پزشکی رو برمی‌داریم. قسمت‌هایی رو که در گوش قرار می‌گیره با پنبه الکل ضد عفونی می‌کنیم. کنترل می‌کنیم قسمت دیافراگم گوشی باز باشه، صدا منتقل بشه. دیافراگم رو طوری قرار میدیم که لبه فوقانی اون زیر حاشیه تحتانی کاف باشه، یعنی دقیقا روی نبض براکیال. پیچ روی حباب لاستیکی رو کامل میبندیم با حرکات یک نواخت و مستمر. در حالی که به مانومتر نگاه میکنیم شروع به پمپ کردن میکنیم. به اندازه 30 میلیمتر جیوه بیشتر از زمانی که صدای توی گوشی قطع میشه. در حالی که به صفحه مانومت نگاه می‌کنیم، پیچ رو به شکل آهسته در خلاف جهت عقربای ساعت باز می‌کنیم. اولین صدایی که شنیده میشه فشار سیستوله. تخلیه رو ادامه میدیم تا جایی که صدا قطع میشه. اینجا صدا فشار دیاستول رو نشون میده. پیچ رو کامل باز می‌کنیم، کاف رو از هوا تخلیه می‌کنیم. گوشی رو برمی‌داریم. کاف فشار سنج رو از بازوی بیمار باز می‌کنیم. لباس و ملحفه بیمار رو مرتب می‌کنیم. در نهایت هم فشار به دست اومده رو در برگه علائم حیاتی و پرونده بیمار ثبت می‌کنیم.